سلام بچه‌ها، خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو میخوایم که این کنسول رو، یعنی کنسول ساپ رو، با همدیگه بررسی بکنیم. تازه نگرفته باشم، چند وقتیه که دارمش، ولی خب دوست داشتم که با شما به اشتراک بذارم. این واسه اونایی که دوست دارن کنسول همراه داشته باشن، اونایی که دوست دارن بازی اولد اسکول رو انجام بدن، بازی قدیمی رو خیلی بهش علاقه دارن، بازی آتاری و مثلا اینجور چیزا رو، حتما بهشون پیشنهاد میکنم تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. البته یه چیزی هم داره، یه دسته ای هم داره، اونایی که میخوان دو دسته بازی کنن پک دو دستش رو میتونن بگیرن. و اینکه بریم بیایم تا بازیاشو با هم دیگه ببینیم و اینکه با هم دیگه بررسیش بکنیم. خب بچه ها، میبینیم دو تا منو داره، یعنی انگلیسی یعنی چینیه، که خب ما اونجایی که چینی بلد نیستیم میزنیم رو انگلیسی، انگلیسی هم آنچنان البته بلد نیست. میبینیم که الان ما بریم اینجا میبینیم که 400 تا بازی داره، ولی خب خیلی بازیاش تکراریه و بهتون پیشنهاد البته میکنم که بگردید بازی ها رو پیدا بکنید. از بازی های معروف میشه به بازی های نمیدونم کنترای چجوری خونده میشه، به اون اشاره کرد که میبینی چند تا نمونه این کنترای رو داره. حالا مثلا میزنیم اینو بازی کنیم، میبینی دو پلیر و یه پلیر داره که مال یه پلیر رو بازی میکنیم. دسته الان وضع شده بهش، حالا بازی روون داره اجرا میشه، میبینید هیچ مشکلی نداره. خب اگه خواستید بازی هم یاد بیرون، اینو باید بزنید، دوباره میاد از اول، دوباره باید برید تو منو بگردید. یه بازی خیلی جذابی هم که من خودم دوست دارم اینه، همون لاک پشتای نینجا هستش که اینو دو دسته هم میتونید بازی کنید، خیلی خوبه، دوتایی میتونید بازی کنید و یه چیزی مثلا تیکن و مارتال کمبت و اینجور چیز هست، باته ورژن قدیمیش. حالا مثلا اینو ما با پلیر کنیم که دو دسته بخوایم استفاده کنیم. میبینید این داره الان از این استفاده میکنه که بچرخ. حالا مثلا اینو انتخاب کنیم، اینو انتخاب کنیم، میتونی زمین انتخاب کنی اینجا. خب خیلی بازی جذابیه. حالا با این یکی بازی کنیم، با این بازی کنیم، البته اینجوری یه جوری بذارم اینو که بتونیم ببینیم. این سیمه اگه نیاد جلوی تصویر، میبینی داریم با این بازی میکنیم، حالا میریم اون بعد اینو میگیریم و نه، یکی دیگه بازی ها بود، چند تا بازی جذاب داره. مثلا پکمن که همون بازی نقطه خور میگفتیم ما، حالا نقطه ها رو اینجوری میخوره و مردم. حالا بریم بازی ماریو که از چینی رو انتخاب کردم، بازی ماریو هم بازی کنیم، سوپر ماریو. صداش هم که میبینید، حالا بزن قشنگ صداش ق
قارچ اومد و قارچ خور گوله رو نخوردم. باختم. یه بازی دیگه باز بکنیم ببینیم آخرین بازیش چیه. پینبال. آها این پینبال هم که امتحانش کردیم همگی، بازی کردیم یه زمان تو ویندوز، خیلی بازی معروفی بودیم پینبال. با این بر بازی میکنی، اینو با این بری ها رو اینجوری بازی میکنی. خب افتاد پایین. یه بازی دیگه براتون باز کنم، همونجور که میبینید این همه بازی داره، این 50 تا 50 تا بازی ها داره میره جلو که ببینیم چیا داره. بیسبالش رو بازی کنیم. حتی توش بازی فوتبال و اینا هم داره، باید بگردید پیدا بکنی. فوتبال داره، والیبال داره، اینا که بیسباله. خب باختیم. ولی بازی ها رو روون اجرا میکنم. در کل چیز خوبیه، میتونید ازش استفاده بکنید، حتی برای بچه هاتون میتونید بگیرید، برای اونایی که مثلا سنشون پایین تره خیلی چیز مناسبیه. خب بچه ها همونجوری که با هم دیدیم 400 تا بازی داشت و اینکه بازیاشو تک تک نمیتونستم 100 تا باز کنم، ولی خب یه سری از بازی محبوب خودم رو براتون باز کردم که ببینید. و اینکه از همه جا میتونید بگیرید، حتی دیجی کالا فکر میکنم داشته باشه. و چیزی که برای من خیلی جالب بود این که دو دسته میشد و این که به تلویزیون وصل میشه، این تلویزیون قدیمی و کابلش باش میاد. و خب البته فکر نمیکنم خیلی استفاده داشته باشه الان، چون همه با HDMI استفاده میکنن اینجور چیزا رو، ولی خب این کابلای دو شاخه داره که میخوره به تلویزیون. آنچنان فکر نکنم به دردتون بخوره چون باید بغل تلویزیون بشینید، ولی خب باز به هر حال آپشنی حساب میشه که داره. و در کل به عنوان کنسول همراه پورتاب خیلی خوبه، باتری خیلی خوبی نگه میداره. فکر میکنم مثلا یه نصف روز میتونید بازی بکنید و تو اوقات فراغت، جاهایی که مثلا میمونی با گوشی حالا نمیخوای بازی بکنی. و من خودم مثلا به شخصه درست گرافیکش خیلی پایین تر از گرافیک مثلا بازی روز دنیا، بازیایی که واسه گوشی میاد، ولی راضی کننده است واسه منی که مثلا باز اینجور بازی ها دیدم، بازی قدیمی ها رو مثلا بازی کردم، واسه من خیلی جذابه. مخصوصا بازی های دو دستش رو میتونید امتحان بکنید، با کسی که مثلا جایی هستید حتما امتحانش بکنید. و اینکه نظرتون رو برام تو کامنت بنویسید، لایکاتون نره سابسکرایب کنیم، کانالمونم این پشت باز همیشه بس میوزیک فیل. و مراقب خودتون باشید فعلا.